تبسم‌ها و تظاهرات ایرانیان آزادی در پاریس، برلین، استکهلم، کوپنهاگ، روتردام و واشنگتن، دفاع از اشرف و همبستگی با قیام مردم ایران. پیام موریس ویلاکورت نماینده پارلمان کانادا در حمایت از اشرف و قیام مردم ایران: پیروزی و آزادی از آن شما خواهد بود و حفاظت اشرف باید به طور کامل تأمین شود. حرکت اعتراضی و مسدود کردن جاده توسط کارگران سه کارخانه کاشی‌سازی میبد یزد و حمایت دانشجویان از کارگران با شعارهای مرگ بر دیکتاتور. حرکت اعتراضی مردم به سطوح آمده در ساری. یوشیا آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، در اجلاس شورای حکام: به خاطر همکاری نکردن رژیم ایران تضمینی وجود ندارد که این رژیم به دنبال سلاح اتمی نیست. انتشار خبر انصراف قطعی رفسنجانی از ریاست خبرگان آخوندی، تعمیق مرگبار شقه و بحران در ولایت طلسم شکسته خامنه ای. تظاهرات اعتراضی در بغداد و دیگر شهرهای عراق در اعتراض به فساد و چپاول دولت مالکی و ابراز پشیمانی از شرکت در انتخابات. حضور گسترده نیروهای امنیتی برای جلوگیری از گسترش تظاهرات مردم. دستور نوری مالکی، دیکتاتور جدید عراق، برای بستن دفاتر احزاب کمونیست و امت عراق. حمایت العراقیه از تظاهرات مردم و خواستهای برحق آنان. اظهارات دکتر عیادلاوی در محکومیت دخالت‌های رژیم ایران برای بلعیدن عراق و حمایت از تظاهرکنندگان. گزارش تلویزیون از شرقیه از حکم جدید دادگاه فدرال عراق و شکست نوری مالکی در وابسته کردن سازمان‌های مستقل به نخست وزیری. مانور 100 هزار نفری نیروی سرکوبگر انتظامی در آستانه چهارشنبه سوری، لشکرکشی وحشت آلود رژیم در حراس از شعله ور شدن قیام مردم. درگیری و تشنج بین باندهای رژیم در جلسه سخنرانی پاسدار احمدی نژاد در شیراز و فضیحت پخش آن از تلویزیون حکومتی. اعتصاب قضایی زندانیان سیاسی زندان ارومیه در اعتراض به افزایش شکنجه و فشار و انتقال زندانیان به سلول‌های انفرادی. صدور حکم اعدام برای یک نوجوان 16 ساله و یک جوان 24 ساله در گیلان توسط قضائیه خونخوار خامنه‌ای. اذعان یک نماینده مجلس ارتجاع به درماندگی رژیم در برابر استقبال مردم از سیمای آزادی، رشد 30% استفاده از ماهواره و شکست هر اقدامی در مقابله با آن. شکست حملات جنایتکارانه قذافی به 4 شهر در شرق و غرب لیبی. اعلام شورای ملی مردم لیبی از سوی قیام کنندگان و درخواست شناسایی بین المللی. ادامه درگیری ها و اقدامات اعتراضی قیام کنندگان مصری: حمله مردم به سازمان امنیت مصر در هنگام نابودی اسناد توسط افسران امنیتی. و روشنگری مجاهد اشرفی، امیر مزرعه، درباره کارشکنی های ضد انسانی کمیته سرکوبگر و عوامل نوری مالکی در معالجه ضروری بیماری حاد قلبی. اعمال فشارهای جنایتکارانه در اجرای اوامر ولی فقیه درمانده ارتجاع.